یوحنا فصل 18. پس از این سخنان عیسی با شاگردان خود با آن طرف دره قدرون رفت. در آنجا باغی بود که عیسی با شاگردانش وارد آن شدند. یهودا که تسلیم کننده او بود می دانست آن محل کجاست، زیرا عیسی و شاگردانش بسیاری اوقات در آنجا جمع می شدند. پس یهودا یک دسته از اساکر و نگهبانان را که سران کاهنان و پیروان فرقه فریسی فرستاده بودند با خود به آن باغ برد. آنها مجهز به چراغها، مشعلها و اسلحه بودند. عیسی با وجودی که می دانست چی برایش واقع خواهد شد پیش رفت و از آنان پرسید: با دنبال کی می گردید؟ به او گفتند: با دنبال عیسی ناصری. عیسی به آنان گفت: من هستم. و یهودای خائن هم امرای آنها بود. وقتی عیسی با آنها گفت من هستم، آنان عقب رفته به زمین افتادند. پس عیسی بار دیگر پرسید: با دنبال کی می گردید؟ آنها جواب دادند: عیسی ناصری. عیسی گفت: من که به شما گفتم خودم هستم. اگر به دنبال من می گردید بگذارید اینها بروند. او این را گفت تا آنچه قبلا فرموده بود تمام شود: هیچ یک از کسانی که به من سپردی گم نشد. آنگاه شمعون پتروس شمشیر را که همراه داشت کشیده، ضربه به نوکر کاهن اعظم که ملوک نام داشت زد و گوش راست او را برید. عیسی به پتروس گفت: شمشیرت را غلاف کن. آیا جامی را که پدر به من داده است نباید بنوشم؟ سپس آن اساکر همراه فرمانده خود و نگهبانان یهود عیسی را دستگیر کرده محکم بستند. ابتدا او را نزد حنا خسر قیافا که در آن موقع کاهن اعظم بود بردن، و این امان قیافایی بود که به یهودیان گفته بود که به خیر و صلاح آنان است اگر یک نفر به خاطر قوم بمیرد. شمعون پتروس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند، و چون آن شاگرد با کاهن اعظم آشنایی داشت همراه عیسی به داخل خانه کاهن اعظم رفت. اما پتروس در بیرون منزل نزدیک در ایستاد. پس آن شاگردی که با کاهن اعظم آشنایی داشت بیرون آمد و به دربان چیزی گفت و پتروس را به داخل برد. خادمه که دم در خدمت میکرد به پتروس گفت: مگر تو یکی از شاگردان این مرد نیستی؟ او گفت: نه نیستم. نوکران و نگهبانان آتش افروخته بودند، زیرا هوا سرد بود و دور آتش ایستاده خود را گرم میکردند. پتروس نیز پهلوی آنان ایستاده بود و خود را گرم میکرد. کاهن اعظم از عیسی درباره شاگردان و تعالیم او سوالاتی کرد. عیسی جواب داد: من به طور آشکارا و در مقابل همه صحبت کردم. همیشه در کنیسه و در خانه خدا، یعنی در جایی که همه یهودیان جمع می شوند، تعلیم دادم و هیچ وقت در پنهانی چیزی نگفتم. پس چرا از من سوال می کنی؟ از کسانی که سخنان مرا شنیدند بپرس، آنها می دانند چی گفتم. وقتی عیسی این را گفت، یکی از نگهبانان که در آنجا ایستاده بود به او سیلی زده گفت: آیا این طور به کاهن اعظم جواب میدی؟ عیسی به او گفت: اگر بد گفتم با دلیل خطای مرا ثابت کن، و اگر درست جواب دادم چرا مرا میزنی؟ سپس حنا او را دست بسته پیش قیافا کاهن اعظم فرستاد. شمعون پتروس در آنجا ایستاده بود و خود را گرم میکرد. عده از او پرسیدند: مگر تو از شاگردان او نیستی؟ او منکر شد و گفت: نه نیستم. یکی از خدمتکاران کاهن اعظم که از خویشاوندان آن کسی بود که پتروس گوشش را بریده بود با او گفت: مگر من خودم ترا در باغ با او ندیدم؟ پتروس باز هم منکر شد و درست در همان وقت خروس بانگ زد. صبح وقت عیسی را از نزد قیافا به قصر والی بردند. یهودیان به قصر داخل نشدند مبادا نجس شوند و نتوانند غذای عید فسح را بخورند. پس پیلاطوس بیرون آمد و از آنها پرسید: چه شکایت بر ضد این مرد دارید؟ در جواب گفتند: اگر جنایتکار نمی بود او را نزد تو نمی آوردید. پیلاطوس گفت: او را ببرید و مطابق شریعت خود محاکمه نمایید. یهودیان به او جواب دادند: ما اجازه نداریم کسی را بکشیم. و با این ترتیب آنچه که عیسی در اشاره به نحوه مرگ خود گفته بود تمام شد. سپس پیلاطوس به قصر برگشت و عیسی را خواسته از او پرسید:
آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: آیا این نظر خود تو است یا دیگران درباره من چنین گفتند؟ پیلاتوس گفت: مگر من یهودی هستم؟ قوم خودت و سران کائنان تو را پیش من آوردند، چی کرده ای؟ عیسی جواب داد: پادشاهی من متعلق به این دنیا نیست. اگر پادشاهی من به این دنیا تعلق می داشت، پیروان من می جنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم. ولی پادشاهی من پادشاهی دنیاوی نیست. پیلاتوس با او گفت: پس تو پادشاهستی؟ عیسی جواب داد: همانطور که می گویی هستم. من برای این متولد شدم و به دنیا آمدم تا به راستی شهادت دهم، و هر که راستی را دوست دارد سخنان مرا می شنود. پیلاتوس گفت: راستی چیست؟ پس از گفتن این سخن پیلاتوس باز پیش یهودیان رفت و با آنها گفت: من در این مرد هیچ جرم نیافتم، ولی مطابق رسم شما من در روز فصح یکی از زندانیان را برایتان آزاد می کنم. آیا می خواهید که پادشاه یهود را برایتان آزاد سازم؟ آنها همه فریاد کشیدند: نه، او را نمی خواهیم، برابا را آزاد کن. برابا یک رازن